تیشه سردار فساد ایران بر ریشه یکی از ارزشمندترین باغهای کشور، داستان 5000 واحد مسکونی در غرب تهران. قالیباف چطور مجوز پروژه‌ای به ارزش 18000 میلیارد تومان را به ارتش داد؟ غرب تهران، منطقه 22، جایی که قرار بود منطقه توریستی و خوش آب و هوا برای شهروندان تهران باشد، حالا شاهد ساختمان‌های بلند مرتبه است که روی دوش زدوبندهای نادهای نظامی قد کشیدند با همدستی مقام‌های ارشد نظام. اینجا باغ گیاهشناسی ملی ایران است با قدمتی بیش از نیم قرن به مساحت 145 هکتار که در آن صدها گونه گیاهی ارزشمند ایران نگهداری می شود. حالا اما در مجاورت این باغ صدای ساخت و ساز می آید. بخشی از پروژه بزرگ شهرک مسکونی چیتکر متعلق به بنیاد تعاون ارتش که در 5 فاز اجرا می شود. پهنه دی این پروژه دقیقا مجاور باغ گیاهشناسی ملی است. 5280 واحد مسکونی متشکل از 22 بلوک 27 طبقه‌ای. این پروژه از پاییز سال 1400 همزمان با روی کار آمدن علیرضا زاکانی آغاز شد. از همان ابتدا وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توقف این پروژه بود، در شرایطی که ساخت و سازهای پیشین در همین منطقه میزان آبرسانی به باغ گیاهشناسی را از 200 لیتر در ثانیه به حدود 80 لیتر در ثانیه رسانده. زمستان سال 1400 زاکانی در واکنش به اعتراض‌ها صرفاً از مخالفت با ساخت و ساز غیرقانونی گفت. شهرداری مبتنی بر قواعد و چارچوب‌هایی که داره، پروانه‌ای که صادر می‌کنه و نکاتی رو که داره دنبال می‌کنه، این کاملاً واضحه که با ساخت و ساز غیرقانونی سرسازگاری نداره. ساخت و ساز اما ادامه یافت. بنیاد تعاون ارتش اعلام کرد که مجوز ساخت این مجموعه در سال 90 صادر شده و شهرداری تهران به این نهاد برای 3 سال فرصت داده که ساخت و ساز را آغاز کند. اما با تأخیر در اجرای آن، ارتش دوباره مجوز گرفته. جالب اینجاست که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران در گزارش خود ساخت و ساز در زمین‌های شمال باغ گیاهشناسی را غیرقانونی اعلام کرده، با مجموعه توضیحاتی که نشان می‌دهد شهرداری تهران در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف کاربری این منطقه را در طرح تفصیلی به مسکونی تغییر داده. برگ دیگری از کارنامه فساد قالیباف که مثل پرونده فساد 13000 میلیارد تومانی او و سپاه پاسداران هیچ مقام مسئولی توان نزدیک شدن به آن را ندارد. اردیبهشت ماه سال گذشته قوه قضاییه با ساخت این پروژه مخالفت کرد. اون چیزی که مسلم هست اجرای این طرح بدون اینکه چارچوب مشخصی داشته باشه و بدون اینکه استانداردهای لازم رعایت بشه از نظر دادستانی ممنوع هست. اما ساخت و ساز باز هم ادامه پیدا کرد. شاید باور کردنش دشوار باشد اما حقیقت دارد. طبق این سند اختصاصی، محمد مخبر معاون اول دولت بهمن ماه گذشته به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و خواستار توقف پروژه شد. مخبر در این نامه خبر داده که دبیر شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح حکم توقف پروژه دادند اما کارگران همچنان مشغول کارند. خبرهایی که نشان می‌دهد اراده‌ای فراتر از نهادهای قانونی نظام به دنبال ساخت این پروژه بزرگ است. سرنوشتی مشابه دیگر پرونده‌های فساد قالیباف، از واگذاری املاک نجومی گرفته تا اهدای 60 میلیارد تومان به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف و این آخری پرونده سیسمونی گیت. اما برای اینکه متوجه شویم چه پولی در این پروژه نهفته، نگاهی به قیمت واحدهای این پروژه در بازار امروز تهران می‌اندازیم. بنیاد تعاون ارتش در ابتدا این پروژه را به نام توانمندسازی ارتش آغاز کرد با فروش سهام‌های 20 و 50 متری به عبارت هر متر 5 میلیون تومان. از لابلای آگهی‌های فروش فاش شده که ارتش در واگذاری این سهام به کارکنانی که بیش از 15 سال سابقه دارند به آنها 105 میلیون تومان وام بدون سود پرداخت کرده. حالا اما در خرداد ماه سال 1402 قیمت هر متر از این واحدها به 26 تا 30 میلیون تومان رسیده و قیمت هر واحد آن از 3.5 میلیارد تومان گذشته. با یک حساب سرانگشتی این پروژه 18500 میلیارد تومان ارزش دارد، رقمی که ارزش معامله قالیباف با عمرای ارتش برای تغییر کاربری این منطقه را نشان می‌دهد. برخلاف ادعای بنیاد تعاون ارتش، این پروژه از ابتدا سویه سرمایه‌گذاری داشته و نه تأمین مسکن برای کارکنان، چون از همان ابتدا در قالب سهم متر قابل واگذاری بوده. از تاریخ نامه محمد مخبر تا به امروز 3 ماه می‌گذرد و احداث پروژه همچنان ادامه دارد.
و این به معنای آن است که خامنه ای با ادامه پروژه سراپا فساد و تخلف مخالفتی ندارد و همچنان از قالیباف و پرونده های فسادش حمایت می کند. همچنان که پس از افشای فساد 13000 میلیارد تومانیش نه این فساد بزرگ بلکه افشایش را لجن پراکنی خوان. یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن. به لطف همین حمایت، قالیباف به همراه جمال الدین آبرومند، دست راست او در فساد، حتی در مجلس در ارقام بودجه دست میبرند. خامنه ای سوم خرداد ماه، دو هفته پس از رسوایی افشای پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس در قالب خودروهای شاسی بلند، مجلس 11 را انقلابی و ساده زیست خواند. یکی از امتیازات مجلس 11 که من اصرار دارم این رو بگم و به زبان بیارم، ساده زیستی است. تجدید میثاق رهبر نظام با سرداری غرق در فساد که حالا مشخص شده در طول دوره مدیریتش بر شهرداری تهران برای وجب به وجب تهران نقشه داشته و زمین و زمان را تلکه می کرده. داروغه یک شهر به نفع جیب خودش و علی خامنه ای. مشتبه پور محسن، لندن.